این هفته ما چه تدارکی دیدم Your call will be میبینید. disconnected. بله ببخشید. Please enter the phone number you wish to reach. درود بر شما استاد شرفشاهی. درود دارم به کارگردان برنامه. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره. آرزو دارم شاد و خوش باشید. در پناه اهورامزدا. بله بسیار ممنون. امروز دیدم که به حال مجهز اومدید و گوشی و این مسائل هم هست، معلوم خبرهای خیلی جالبی رو در دیدیم. برنامه امشب ما رو ما از استودیوم یه رادیو فرانسویمون در خیابان فوش که اون طرف شانزلیزه هست میریم، به خاطر اینکه یه خبر خوش دارم افتضا بهتون بگم. امروز ما با آقای دیلان سلام به زبان فرانسه، البته مورگان دخترم مصاحبه داشت. دیلان سلام یک وکیل برجسته و جوان فرانسوی است که در رسانه‌های فرانسه مرتب مطرح است، صحبت میکنه. ایشون رو شبنم دختر خاله توماج صالحی به عنوان وکیل توماج صالحی انتخاب کرده و دیلان سلام اوستی، یعنی همچنین که یک وکیل برجسته و جوان فرانسوی است، تقریباً مدتی است که گذاشته پشتش در دفاع راه دو از توماج عزیزم. این توماجی که امروز میگفتن رپر، یعنی کسی که رپ میخونه. بعد خیلی جالب استاد شرفشاهی که دوستان بسیاری به ویژه خب همه باید فرانسوی زبان باشن چون برنامه به فرانسوی بود، اومدن و گفتن این توماج رپر نیست، نباید بهش بگیم رپ، یک اندیشمند و هنرمند به تمام معناست. و منم همین خواهش از دیلان اسلام وکیل ایشون کردم، گفتم از این پس نگو رپر. ایشون آهنگساز، موزیسین، ورزشکار، شاعر، اندیشمند، استاد، از همه مهمتر توماج عزیزم ورزشکار، مثل رضا رهنورد اینا ورزشکار بزرگی. به هر حال استاد شرفی چون امروز در استودیوی رادیو فرانسویمون بودیم، من دیگه فرصت نشد که به اون استودیو دیگه که عادتا با شما هستم برم. این بود که با تجهیزات اینجا داریم در خدمتتون هستیم که خب یکمی شاید بهتر باشه، نمیدونم پانورامیکش فرق بکنه و غیره. به هر حال در خدمت شما استاد نازنین هستیم. خستگی ناپذیر سیروس شرفشاهی عزیزم در این تلویزیون پارس به تدریک کلیه برادرم مهندس امیر شجره. بله این در حال مسئله جمهوری آذربایجان و این که در اسرائیل به حال مسائلی در رابطه با تجزیه و اینا مطرح شده، اصلا نمیدونم شما در فرانسه این رو چجوری در حال شنیدین و چجوری اونجا بازتاب پیدا کرده و چرا اسرائیلی ها دست به یک چنین حرف و حدیثی زدن، در حالی که مردم ایران که هرگز دشمن اسرائیل نیستن ولی اونجا هم نباید بیان بگن آذربایجان. من از شما یه سوال دارم. جمعیت امریکا که میدونیم خیلی زیاد، اگر 40 نفر آمدن یه نامه نوشتن امضا کردن، حتی 40 نفر سناتور باشن اصلا، وزیر باشن اصلا، 40 نفر، 30 نفر، 20 نفر که یه کاغذی امضا میکنن، که قربونتون برم که اون که سند تاریخی نیست، اون که نظر کل اون ملت نیست. مردم اسرائیل با ایران هستن و ایران با اسرائیل هست. حالا این رو چرا این کاری کردن؟ من زیر میز رو برای شما امشب دید از بینندگان عزیز دردم. زیر میز چی بود؟ ببیشه که نکته مهمی رو امشب میخوام بهتون بگم به همین قضیه مربوط. وقتی که پرنس رضا پهلوی رفت به اسرائیل، در این شک نکنید که ما همیشه در جهان، همیشه من اینو 50 سال کار فرهنگی تاریخیم گفتم، ما در جهان دو چیپ آدم داریم، یکی دشمنان ایران، یکی دوستان ایران، در همه جای جهان. الان دوستان ایران پشت سر ما هستن در سطح جهانی، این رژیم بره دوستانهایی که ایران رو دوست دارن و به فرهنگ و تمدن 7000 سال ایران آشنا هستن میبارن. خب این وسط ما یه دشمن هایی هم داریم، یه دشمن هایی که بیکار نمیشنن. یکی از کارهایی که شاهزاده رضا پهلوی کرد، بعدم یادتون نره خیلی حرفا رو پرنس رضا نمیخواد بگه، نباید بگه، در شأن شخصیتش نیست، وظیفه ما که خبر رسانی میکنیم که پشت قضیه رو تعریف کنیم. پرنس رضا پهلوی وقتی رفت اسرائیل، وقتی همینجا هست، با یک کسایی
دیدار نمیکنه و دستور هم داده بود در اسرائیل که یک افرادی بهش اصلا نزدیک نشن. من نمیخوام اسم افرادی بیارم. عدم این کار یعنی عدم نزدیکی یک سری افراد که میخواستن بهشون باید خیلی کار خوبیه. یک کارش شایسته ای. این چون بعضی وقتا میگه یک میاد یارو بغل رضا پهلوی میگیره و میگه آقا رضا پهلوی هم تجدید طلب شد کنی آقا تجدید طلب بوده بابا از این اطلاعات و اخبار بچه بازی که تو رسانه ها هست. حالا این جریان همین آقای شرفی چون شاهزاده رضا پهلوی پر قدرت رفت اونجا و قدرتی بعد بنیامین نتانیاهو دشمن داره، خود بنیامین نتانیاهو دشمن داره، اسحاق رابین رو خود تو هم اسرائیل امیر ایگل زد کشت، خود اونا هم دشمن در یه درنه در اسمان خداتون اسرائیل واقعا دو تا چند جنه هستن ولی دو تا یکی میکنن بکشن بنیامین نتانیاهو رو، یکی رو امام زمان میدونن میگن هو دوید هست. خب همه جا هست. حالا چه نفر چند نفر اینا میده واسه هست مسئله ما نباید رو بپردازیم. ما باید بیرون بپردازیم که همین قضیه در ایران ما هست. در ایران ما هست. امشب ما دو تا ویدیو برای شما کازه داریم، دو تا ویدیو در ایران ما ببیجه حتی از این جنبش بزرگ و انقلاب بزرگ دختران آریایی یادمون نره. این جنبش، این انقلاب رهبریش مال دختران آریایی است، مال دختر ایرانی، هیچ ربطی به پیرپاتالا نداره که بخوایم ما به اونا اعتبار بدیم، کردیت بدیم. من حتی امروز با یکی از هنرمندای بزرگمون صحبت میکردم که شاعر به اصطلاح ترانه سراست و اینا و برای من یه کار چیزی میفته، گفتم آقا اینا دیگه باید بذاری در کوزه آبش رو بخوری، اینا تموم شد. ترانه میخوای بیگانه در ایران هست، ترانه میخوای بیزارم از دین شما، ترانه میخوای سقوط 7000 ساله ما داریش خونده، ترانه میخوای برای که من آریایی هستم شکلا خونده. اون اصلا دوران قدیم استاد شرفی تموم شد، الان دوران جدیدی شروع شده که رهبریش دست دختران آریایی. این دختران آریایی، این سندی که امشب میخواید ببینید، من همین امشب که دوم ماه می هست، یک روز از روز کارگر در فرانسه داره میگه فرانسه گذاشته، میخوام به اطلاع جهانیان برسونم، به اطلاع مردم ایران، دختران ما پیروز شد. این پیروزی رو اگر پیرپاتالها و پوپیوزهای خاموش در ایران نیان پشتش زیان بزرگی میبینید، خصوصا این که الان این پیروزی رو در داخل خود سیستم حکومتی بخش بزرگ و وسیعی ازش پشتیبانی کن. اخیرا یاسمین پهلوی عزیزم در ایتالیا که رفته بود یک سخنان بسیار زیبا و قشنگ و عمیق گفت که به همین قضیه میخوره. این نمیدونم ویدیو یاسمین آماده است، میشه آی کارگردان ببینیم یا نه؟ ای وای میگن دو تا ایمیل نیومده، دو تا نه؟ همین. خب برایش پیروبختانه امشب چون من داشت که رفتیم برای تلویزیون ملی ایتالیا یه برنامه مثل اینکه خیلی محبوبه که همه تماشاچی زیاد دارن، این پورتا پورتا به ایتالیایی با ما مصاحبه کردن که خب جالب بود، ولی قبلش یکی از کارمندای اونجا آمد با ما سلام علیک کرد و به ما گفتش که ایران مثل اینکه جدیدن ایران بوده و بر ما تعریف کرد که در وزارت خارجه ایران که رفته بود ملاقات کنه با یه دی، اونجا خیلی ها بهش گفته بودن که از این پاسداران و اینا بهش گفته بودن چقدر علاقه مندن به بازگشت همسر من و چقدر با اینکه تو کار هستن امیدشون اینه که همه چیز عوض بشه و اینام بتونن از این راهی که توش هستن بیان بیرون. و خودش گفتش که خیلی خوبه که همسر من همیشه میگه که این ریزش از حکومت پیش بیاد و یه جوری کسایی که خب نه که اونایی که واقعا آدم کشتن که خب نابسته حتما دادگاه برای کاری که کردن باشه، ولی کسایی که بالاخره توی پوزیسیون‌های پایین‌تری هستن اونا بتونن از این موقعیت بیان بیرون و با مردم همراهی کنن. و این آقا با اینکه خودشون ایتالیایی بود و روزنامه‌گار بود و اصلا با ما هیچ آشنایی به اون صورت نداشت، جای اصلی بودم اطلاعات نرسیده و نمیدونم نمیشه چیکار کنیم. حالا یاسمن پهلوی حتما شما دیدید روی برید رسانه ها میبینید صحبت قشنگی میکنه در ایتالیا، میگه که پیش از این که گفتگوی ما با خبرنگاران تلویزیون ایتالیا شروع بشه یکی اومد پیش من
و ایشون هم خودش گفت که ایران بوده، گفت من وقتی ایران بودم با مقامات بلند پایه، یعنی این اطلاعات رو منم داشتم قبلا دارم اینجا به شما گفتم تو این برنامه، گفت اومد به من گفت خب ما رفته بودیم اونجا با این سران رژیم مصاحبه بکنیم اینا، خیلی آدما می اومدن از این آدم بالا میگفتن ما از خدامونه که پرنس رضا پهلوی برگرد، وقتی منتظر پرنس رضا پهلوی برگرد، یعنی در درون کادر حکومتی کنونی ما مثل زمان جورج بوش و صدام حسین نمیخوایم 1 میلیون نفر اعدام کنیم. این سخنان هم که اخیرا به رضا پهلوی انتقاد میکنن، آقا تو چرا نمیگی که سپاه خود ما سپاه نمیخوایم داغون کنیم، 3400 نفر نمیخوایم بیکار کنیم، ما رهبر مثل اینکه زمان شاه وقتی که ساواک رو تهدید کردن رژیم ساقط شد، الان هم ما دشمن داریم دور تا دور ما نشسته، ما این سیستم شهریاری که بخواد در ایران حاکم بشه به نیروهای نظامی احتیاج داریم برای پدافند وجود و مرزهای خودمون، و سران رو هستن که مجازات میکنیم، سران نه چودهای مردم، یارو که حقوق داره میگیره. الان امروز هم بهتون همین عکسی که بعد عکسی که مونده گفتم به من رسید، همین عکسی که ما ببینیم، آقای شرفی امروز که من دارم با شما صحبت میکنم تحول بزرگی در ایران پیش اومده، هم شد که فیلمه نرسید، حالا ایرادی نداره، شما در این فیلم من میخواستم به شما نشون بدم که دختران آریایی، دختران ایرانی، اینها بدون روسری جلو شیخ و ملا که ده تا قصدن مثل شیر راه میرن، روی گاریا میشینه دنچسته دختر دیگه مثل شیر داره تو مرحل راه میره، یکم حلش میده میرخص و میخونه و آخر، و یک دختر خانم دیگه که بدون حجاب بدون روسری میگه من مهندسم، من چم ولی اومدم آش میفروشم که با مردم تهیدست چه بکنم. اینا همه جای خودش، یعنی پیروزی مردم ایران، این پیروزی به ویژه این که این عکسی که الان از این حمید رضا عزیز میبینیم، استاد شرفی، این حمید رضا دیروز به سبزوار مزاحم پریوز، مزاحم دو تا دختر میشن، یک عده از این اراذل و اوباش، نگاه کنین اراذل و اوباش، و بعد فیلم هفت شد ندیدیم، یکی از فرماندهان سپاه، یکی از وزرای دولت، یکی از کسایی که نقش مهمی تو حکومت داشته تو 40 ساله، ایشون این عکس رو منتشر کرده با یک فیلم، گریه های مادر این حمید رضا. ولی داخل منو ببینید، بچم رفت، بچم خیلی ساده رفت، چاقو کردن، زدم به قلبش، زدم به پشتش، ولی باز میزد، باز دفاع میکرد، دختر مردم دفاع میکرد، کجاست اون دختر که ببینه من چی میکشم، من چی میکشم، خدای من، خدای من شیرم حلاله جی، مادر تا کی باید دوست بکشم. و از این بچه به عنوان شهید یاد کرده و گفته اراذل اوباش، یعنی هزلالیا دو تا اراذل اوباش، میگه اراذل اوباش رفتن مزاحم دو تا دختر تو محل این حمید شدن، این حمید رضا و رفتی دختران نجات بده، هزلالیا ریختن همونه که بودن، این بچه رو با چاقو زدن کشتن، این حمید رو کشتن، مادرش اینه، مادرش داره گریه میکنه میگه فرزند من رو از خوش بهش چاقو میزدن، از گلو بهش چاقو میزدن، ولی فرزند من دلاورانه از دخترها همچنان دفاع میکرد و اینا رو کتک. این افتخار استاد شرف، مادر اومده افتخار میکنه که به بچهش به خاطر این کشته شده و تا آخرین لحظه هم دفاع کرده، چطور از دخترهای بدون روسری دفاع میکرد. حمید رضا امکان داشت نمیدونم چی بشه، هر چی، ولی الان رفت که تاریخ ایران جاودان شد استاد شرفی. و این میخوام بگم استاد شرفی، این رژیم، یعنی بخشی از رژیم، درست این بخشی از رژیم که توی اسرائیل مخالف این بودن که رضا پهلوی بره اونجا، من اینو به شما گفتم اون دفعه، نمیدونم یا نه چند وقت پیش بود، من گفتم که به یکی از نزدیکان فرانس رضا پهلوی، خیلی نزدیک، گفتم آره من درست کردم که فرانس رضا پهلوی بره تو فرانس مجمع سخنرانی بکنه، مجمع بزرگ یهودیان جهان، گفت که بابا غیر ممکنه، گفتم چی غیر ممکنه، گفتن ایران موافقت نمیکنه، گفتم من رسته بیدارم، من میگم تو حرف دل تو از زبان من میخوای چپه بگی، من دارم میگم درست، ایشون میتونه بره صحبت کنه، ایشون پذیرفته شده، انقلاب نوین ایران ثبت شده، تو چون سادات تازی هستی و تو چون مثل علی خامنه ای کنار رضا پهلوی هستی و فکر میکنی که باید اون
افکار اندیشه ضد اسرائیلی رو ضد یهودی رو مطرح کنی، تو ولونته یعنی خواست خودت رو میخوای از زبان من و از طرف جامعه یهودیان جهان بگی احمق. و همونجا من زدم توی دهنش خوشبختانه. و اینی که الان ما میبینیم این شکوه و عظمت برای پرنس رضا پهلوی پدید آمده، تأکید میکنم ایشون یک نظافت اثر به خودش کرد. یا داشتم اینو میگفتم که الان مثلا میخوان تو دهنی بریزن که آقا ما سفار میخوایم دعون کنیم. دو نظریه است. یکی اینکه آقا سپاه وقتی میگیم بذارید تو لیست تروریستی، فرق میکنه با اینکه سپاه پاسداران میخوان ما نابود کنیم. ما اگه میگیم میخوان سپاه پاسداران نابود کنیم، همینه که اومدن پیغام دادن که آقا ما با شما افراد زیادی که در تماسن در پیوندن، اینا همه میترسن. همین سرداری که امروز اومده گفته این حمید رضا شهید اراذل اوباش رو کشتن، اراذل اوباش کشتن. و آقای شرفشاهی رسمیت پیدا کرده در ایران، دیدید شورای شهر سبزوار رو شهید قلمداد کرده به در راه میهن. یعنی تو ایران هم الان این جوابای امضا میگه گفت فرمودید علیه میخوان آذربایجان، یعنی اگه خواستن درست کنن به درگیری به روز بیاد. ما باید پشت خط رو بخونیم همیشه. پشت خط این استاد شرفشاهی که نه، این دوگانگی قدرت همونطور که بایدن ترامپ تو آمریکا هست، الان تو ایران شکل گرفته. بخش عظیمی خواهان بازگشت رضا پهلوی به ایران هستن و بخش عظیمی از روسری برداشتن مردم پشتیبانی میکنن دخترای ما. برای همینی که استاد شرفشاهی باید تا میتونن مردم و بچه ها این حزب اللهی ها رو که دیگه خود بخشی از رژیم اینا رو اراذل و اوباش میگن باید بدن. برام دارم هر روز میدونم شما اشاره کردین به چند تا کار. استاد خود سپاه نه، وزارت اطلاعات سپاه توی سایتشون، اعلام کردن که هر روز دو تا آخوند گنده کشته شد و هر روز چند تا آخوند میزنن میکشن. خود اینا دارن اعتراف میکنن، ما نمیگیم دیگه، ما نمیگیم. خود رژیم بخشی 52 تا کارت تو شما بزنید که 5000 نفر رو چون جورج بوش گفت 52 تا کارت منتشر کرد گفت ما تو عراق اینا رو میگیریم. ما الان 5000 نفرن که در ایران جنایتکارن، بقیه به مردم بپیوندن، به رضا پهلوی بپیوندن، در امنیت هستن و الان هم پیوستن دارن حمایت میکنن. استاد شرفی این من شما نیستیم که این استاد دانشگاه موسی غنی نژاد، شما هم دیدیم عکسش گذاشتین هم پخش کردن با مسعود درخشان که توده ای کمونیست مرسی که میاد میگه امام گفت، قرآن گفت، اسلام گفت. آقای شرفشاهی نکته آخر رو بگم، چند سال پیش بود روزنامه لومون یک مقاله منتشر کرد زمان محمد رضا شاه، گفت اتحاد جماهیر شوروی داره اسلام مارکسیستی میسازه. این که محمد رضا شاه میگفت مارکسیست اسلامی و داد و چکش و گذاشت توی آیه قرآن و گفت اینا دارن توی قرآن. الان توده ای ها همه بگی اینا توده ای ها، یعنی این حکومت هم تازه اسلامی نیست، این حکومت روسی انگلیسی 100% و کمونیست ها و چپی ها. این آقای غنی نژاد، موسی غنی نژاد استاد دانشگاه در تلویزیون خود جمهوری اسلامی به مسعود درخشان گفت آه تو توده ای هست، یعنی توده ای داری میزنی علی و خمینی و و دیگه بقیه های شرفی بودن دارن اینو میگن، میگن اینها علی و محمد و اینا مثلا ولش کن، اینا توده‌ای هستن، ایشانیشون هم مجلس سوزوندن تصفیه در چیز میگن، اینا نوکر روسی هستن. و بخشی ایرانی آریایی جامعه ایرانی رو فهمیدن اینا دارن میزنن. ملت به هوش باشید، در داخل ایران اصلا پشتیبانی میشه. اگه 4 تا مامور میاد شما میبره دادگاه به خاطر روسری، 40 نفر اونجا هستن که شما رو آزاد کنن. بزنید اینها رو، پیروزی با ملت ایران و استاد شرفشاهی. بله، این تظاهراتی که در لندن و پاریس مرتب ادامه داره و ایرانی ها اونجا خواهانه میشن که این سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کنن، شما چه دیدگاهی دارین که این اتحادیه اروپا ایستادگی کرده و حاضر نیست این سپاه رو به عنوان گروه تروریستی بشناسه؟ سپاه یادمون نره، من دیگه روک امشب اینو بهش دوام میدم، روک میگم چون دختران ایران در ایران پیروز شدن و میتونن آزادانه بدون روسری برن و بخشی از قدرت در ایران از اینا حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. دیگه این نمونه حمید رضاش بود که از کرد، این رو بهش بگم. سپاه استاد شرفشاهی بخشی از ارگان اقتصادی جمهوری پلید اسلامی، سپاه پاسداران یعنی افسار اقتصاد جمهوری اسلامی دست سپاهه. این دست سپاه که این هست یعنی میلیاردها دلار دستشه. این میلیاردها دلار رو که تو ایران به مردم بدبخت و بیچاره که میدن، که اینو در خارج در میارن
اکثرش هم تو خارج خودشون دزدی گرگی میکنن میخورن، یه بخشی میرن تو ایران، حالا میرن اینو میرن. حالا چون همه سیستم های اقتصادی و فینانس جهان با سپاه محرمانه داره کار میکنه، اینها اگر اینو تروریست معرفی کنن یعنی اینکه ارتباط اقتصادی میشه با اینها. اینا برای حفظ منافع خود که همونطور که شما فرمودید این کارو نمیکنن. برای اینه که بایدن هم میاد میگه آقا ما میخوایم یه جوری مثلا همونطور که شما فرمودید و فرمایشات شما درسته، اینها به خاطر منافع اقتصادیشونه، وگرنه خود اینا بهتر از منشا میدونن که اینا تروریستن چون خود اینا پرورشون دادن. اصلا مهمتر الان جنگ اوکراین، امروز ما با آقای دیلان کلام فرانسوی که دو ساعت صحبت داشتیم روی دوماج عزیزم به عنوان وکیلش، یه نکته دیگر که مطرح شد همین جنگ اوکراین. جنگ اوکراین استاد شرف که من اینو میخوام به یهودیای عزیزی که میخوان مخالفت کنن، البته خیلی کمن اینا، یعنی این همجا که گفتم امضای که کردن اینا خیلی اینا این کار کردن، این کار شکنده کنن توی کار بنیامین نتانیاهو و الی کوهن وزیر خارجه و خانم یال وزیر اطلاعات، یعنی سیستم حکومتی که الان داره اومده پشت قضیه تغییر رژیم در ایران، چون بقیه تغییر رژیم در ایران نمیخوان. بقیه حتی من اطلاعات کاملی دارم و گفتم و نوشتم از قدیم که اینها حتی ساختن اصلاح طلبا در ایران با پول خود اینها بود که اینا بمونن بمیشن، ولی اسرائیل چون امنیت خودش رو میخواد و مسئله مادی نداره روی این قضیه، شدیداً الان دیگه علناً اومد به من از شجاعت رضا پهلوی سپاسگزارم و مشاوران رضا پهلوی وقتی که مطرح میکنن که ما سپاه رو بایستی فعالیتاش رو محدود کنیم اما فریاد انحلالش نزنیم، درست میگن، چون سپاه بازوی قدرتمندی با بخشی از وزارت اطلاعات که اینها قبول میکنن شهریاری در ایران و همچنان که متاسفانه نشد فرض کنیم پرنسس یاسمن اعلام میکنه، یاسمن میگه که بهش خبر رسید از کار خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها گفته که از داخل خود سیستم حکومت اینها در تماس هستن و این تحول به وجود میاد، ولی اینها پست و مقامی و قدرت تروریستی که مثل الان دارن اینا نخواهد بود. یعنی سران سپاه که همشون این سران سپاه رو که شما میبینیم همشون از سلامی گرفته تا اون باقری گرفته اینا همه تریاکی های نوکر روسیه هستن که همون محافظی که مخالف مونه همون محافظه اینا امروز فردا ترتیب اینا رو میدن های شرف کنه و ایران هم در پی پیروزی دختان آریایی امروز نوید و این رو داره که اگر مردم پشتیبانی کنن تو تله نرن گول اینا رو نخورن که آقا ایران میخواد تجدید بشه ایران میشه. آره من تفکیه بیش گفتم اگر از این فرصت استفاده نشه ایران حمله نظامی میشه، ایران داغون میشه، تحتیل ایران میشه. ولی الان حرف برنده و پیروزی پس از سفر پرنس رضا به اسرائیل دست شهریاری در ایرانه، یعنی هیچ نیروی دیگه مارکسیستی یا چپ یا نمیدونم تجزیه طلب الان در هرم قدرت اپوزیسیون نیست الا همین ایده و اندیشه که در داخل خود ایران هم پشتیبانی که داره. نمونه دیگه تاکید میکنم که سردار جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد رسما که امید در سبزوار شهیده، یعنی بچه از این بچه شما میزنید این حزب الله یا رو عباس لوباش تو کتک میزنید، این تازیانی که اومدن با عبای تازی با چادر و چاکر روتری سهراگردان تازی دختران شما رو میزنن مثل همین ازش دفاع میکنین، در بین 20 هزار 30 هزار تا دفاع میکنین یک نفر کشته میشه، خون هست ولی روان حمید جاودان و پایدار هست و در تاریخ ایران خواهد رفت. بله این ایندیپندنت لندن امروز گزارشی رو خوندم که مفصل درباره اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران نوشته که این بار بسیار گسترده است و حتی چه بعید نیست که ادامه پیدا بکنه، رژیم رو در حال به درد سر بندازه و رژیم رفتنی بشه و اگر به همین شکلی که داره ادامه پیدا میکنه جلو بره مسئله برای حکومت مشکل ایجاد میشه. در این رابطه شما چه نظری دارین؟ استاد سیروسی طرف دارید حالا بعضی حرفا رو بعضی وقتا نباید بزنیم. چرا نباید بزنیم؟ بعضی حرفا رو بعضی وقتا اگه بزنیم دشمن میتونه بیاد بر رو آب ما رو آب ما شنا کنه و رو دست رو زنه. ولی الان چون تارش از تار گذاشته هم بهتا بگم سرنگونی نظام
برنامه‌های بسیاری تدارک دیده و در شرف عمل هست. از جمله همین اعتصاباتی که شما فرمودید، از جمله همین تظاهرات خارج از کشور که شما فرمودید. یادتون باشه 3-4 ماه پیش من گفتم این تظاهرات تا سقوط نظام هر هفته در خارج از کشور باید از نای سنگین زربازار ادامه پیدا خواهد کرد. از این بعد من میخوام اینو بگم، حتی صندوقی هم هست، از کسی کسی پول نمیخواد، صندوق هست. افرادی که مشکل مالی داشته باشن اعتصاب میکنن در ایران به اینا رسیدگی میشه، در داخل خود ایران به اینا رسیدگی میشه. یعنی اعتصابات اصلا بخشی از نبرد ضد نظام هست برای سرنگونی، روسری از سر برداشتن بخشی. چون استاد شرفی سمبل اصلی حکومت روسی انگلیسی با تفکر تازی، حکومت روسی انگلیسی با تفکر تازی به چادر روسری، یعنی اینا میگن ایجاد اما همین چادر روسری تو خارج دارن پول میدارن مردم سرش میکنن. خب این سمبولش و اونیفرسی از هم بشکنی نظام بخشی فرو ریخته. بعد میرسیم به همین اعتصابات که استاد طرفی من به شما میگم روز به روز بیشتر میشه، به سرعت نفت گسترده تر میرسه، در نفت اعتصابات سراسری بزرگ صورت خواهد گرفت به خاطر همین پیر پاتالها. مردم ای سرداران و امیرانی که من میدونم شما ایرانی هستید و به ایرانیت میاندیشید، نه به صحراگزان تازی، نه به سلامی و باقری و پارپشتایی، همه شون هم سیدن و سر این آقای موسوی که فرمان به فلانه این موسیده، این هم نیاکان خودشون رو دارن پاسداری میکنن، برای همینی که رباس نیاکان خودشون میخوان سمبول شما باشه. ولی در درون ایران استاد طرف دارید نیروهای آریایی ایرانی هستن. وقتی ما میگیم ما آریایی هستیم، تازی نه افکارش رو، نه لباسش رو، نه آداب و رسوم و سننش رو، نه اعتقاداتش رو، نه مقدساتش رو نمیپرسیم. مقدسات اونها برای خودشونه، برن توی صحرا، بذار توی صحرا هم الان از من متمدنتر شدن اونها، برن در ایران استاد طرف شده کسی اومده باید مقدسات من که آریاییم و خوند داروش ما زرفوشی بودیم، یعنی ندید ندید، یعنی نیک گفتار، نیک پندار، نیک کردار بودیم، نیکی، راستی، انسانیت، مهربانی، عشق، رقص، پایکوبی مال ما، اعتقادات ما اینه. شما یه تازی روسی انگلیسی که اومدی تو سرزمین من، شماست که باید به اعتقادات من احترام بذارید، نه اینکه من به اعتقادات تو احترام بذارم. هر کی میاد تو فرانسه اولین چیزی که میگن لایسیته، باید به لایسیته احترام بذارید. هر کی که میره امریکا، هر کی که ملیت امریکایی بهشون داد سوگند باید یاد کنه که به امریکا پایبند باشه. تازیان هم استاد شرف این گونه است و همین خاطر اعتصابات بخشی از نبرده و به زودی به پیروزی میرسونه ایران با مهر یزدان پاک. بله این گزارشی روسیه منتشر کرده که گروه های تروریستی که رفتن در افغانستان به تدریج دارن در منطقه پخش میشن و خود روسا هم دلنگران این هستن که اینا به روسیه هم بیان و اونجا هم دردسر درست کنن و شاید هم مثلا پشت اینا امریکا باشه، تلاش داره میکنه که این گروه های تروریستی رو پخش کنه به روسیه هم بفرسته. همونطور که عرض کردم پوتین سخت نگران این ماجراست و اعلام کرده که اینا دارن ممکنه دردسر درست کنن در کشورهای همسایه افغانستان. شما که در زمینه افغانستان در حال اطلاعات زیادی دارین و مطالعه کردین، فکر میکنین که اینا چه دردسرهایی ممکنه در منطقه ایجاد بکنن؟ خوب من یاد کنم از دوست برادر عزیزم آقای مهرآبدین مستان سفیر پیشین افغانستان در پاریس و دوست صمیمی احمد شاه مسعود که هفته پیش باهاش مصاحبه داشتیم باز در همین رادیو فرانسوی اون به زمان فرانسه ریسن فرانسه زمان اصلا یه نکته‌ای که مطرح است ایشونم گفت و خود احمد مسعود هم معتقد بود، آقای دکتر فقیرزاده که از مشاور ایشون هست و مشاور جدید ایشون سبب سال این همه معتقد هستن و این استاد شرفی که الان البته یادمون نره در 50 کشور جهان الان جنگ آقای شرفی در 50 کشور جهان سوم الان در حروف انجامه 50 کشور در جهان در حال جنگ. اینی که ظریف آقای ظریف و دولت روحانی اومدن این طالبان رو بردن خودشون گذاشتن تو افغانستان تو قدرت، بعد
رفتن از قدرت کنار، یعنی درست در دقیقه 50 دقیقه چند میگن دقیقه 90 اینا داشتن از قدرت میرفتن بیرون، یه اون دقیقه رفت اینا باقی گذاشت قدرت، یعنی چی؟ فرمایش به شما، یعنی فرمایش شما، یعنی اینا رو گذاشتن اونجا که اینها، چون میدونید که طالبان و القاعده تمام نیروهای تروریستی، من اینو 30 سال پیش نوشتم، 20 سال پیش همون موقع تو نیمروز و تو صحبت ها من گفتم، اینها تا توی آمریکا حمله کرد به اونجا، حتی اخیرا هم اصلا یکی از کندی ها اینو بپرکنن، گفت اینها سپاه پاسداران با طالبان از اول بود با هم همکاری کردن و و و و بخششون بعد و این لولو خورخورا درست میگن اونجا گذاشتن، چون الان تقسیم شد جهان به دو، به دو دستگی تقسیم شد با جنگ اوکراین، که اینها از این کانال اینا رو بفرستن اونجا، میخوان از تاجیکستان عزیزم رو کنن و ارمنستان و ارمنستانی که دیدیم عزیزان ارمنی رو چه بلای سرش آوردن، و این یه پروژه ایست از اینا، به خاطر همین در ایران اگر تغییر رژیم صورت بگیره همه این معادلات به هم میخورد. تا چرخه بله، بسیار ممنون از شما، تا مطالب جالبی رو در این هفته هم برای ما مطرح کردین و بینندگان ما مسلمان استفاده کردن از نظرات شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. سپاسگزارم، با درود فراوان و مهری بسیار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت، همراه آقای دکتر قرقزلو، سیاوش اوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم.